اولین سوال میخوام شروع کنم با بررسی وضعیت سینمای مستقل ایران. سینماگر مستقل ایرانی رو شما چطور میبینید؟ تعریفتون چیه؟ چه در داخل ایران و چه در خارج ایران؟ ببینید، بدون اینکه بخوام وارد مسائل نظری بشم، مفهوم سینمای مستقل تو دنیای سینمای بین‌المللی یک مفهومی است که از دوران صنعت استودیویی سینما به خصوص در غرب و در هالیوود می‌آمد. البته صنعت استودیویی سینما در ایتالیا منشأ پیدا کرده و آغاز پیدا کرده. فیلم ها و فیلمسازهایی که خارج از دایره استودیویی یا اون مکانیسم صنعتی غالب فیلمی ساختن رو به عنوان فیلمساز مستقل میشناختن. در ایران و تاریخ ایران این مفهوم سیاسی پیدا کرده. یعنی سینمای مستقل در ایران اون چیزی که عرفاً ماها ازش برداشت میکنیم و جامعه ایرانی ازش برداشت میکنه، فیلمساز و فیلمی است که خارج از دایره نفوذ حکومت اتفاق میفته. صنعت سینمای ایران در طول این مدت 44 سال یک سلطه همه جانبه روی سینماگر، روی ابزار سینما و روی امکانات پخش و توسعه سینما پیدا کرده که اون صرفاً یک سلطه ایدئولوژیک، یک سلطه امنیتی، نظامی، حکومتی هستش. پس چیزی به عنوان سینمای مستقل در ایران خارج از اون چیزی که به صورت غیر قانونی انجام میشه مفهوم خودش رو پیدا نمی کنه. فیلمسازای ایرانی طبیعتاً در دوران اول، شاید 30 سال اول تو این 44 سال گذشته، به خاطر اینکه ابزار سینما ابزار سهل الوصولی نبود، نگاتیو و دوربین و امکانات صنعت سینما به طوری بود و همینطور از نظر پخش و اکران فیلم چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، مونوپولی دولتی که از نظر من یک مونوپولی امنیتی عقیدتی هستش بیشتر بود روی سینما. در این 10 سال 15 سال گذشته با پیشرفت تکنولوژی که صورت گرفته، اون نمونه های سینمای مستقل به اون مفهومی که ما ازش برداشت کردیم در چارچوب تاریخ ایران و جامعه ایران امکان ساختن بیشتر پیدا کردیم. اینطور نیستش که در دوران قبلی که با نگاتیو و دوربینای 35 میلیمتری فیلم می ساخته می شد این اتفاق نمی افتاد. خود من جز فیلمسازایی هستم که خارج از دایره فیلم ها رو دور می زدیم، در واقع سیستم رو، و فیلم می ساختیم، ولی اون تعدادش خیلی کمتر از امروز. با این تفسیر و با این وصفی که من کردم، وضعیت سینمای ایران به طور کلی و میخوام یه تعمیمش بدم که وضعیت جامعه هنری ایران الان مثل وضعیت یک اسیر با زندانبان خودش، یعنی یک دستگاه نظامی، امنیتی، حکومتی، ایدئولوژیک که سعی بر این داره که تمام امکانات رو چه از نظر صنعتی و ساختاری بلکه از نظر مفهومی هم در اختیار خودش بگیره و از ابزار امنیتی، اختناق، سرکوب، زندان، شکنجه، تحقیر و آزار هنرمندا و فیلمسازها اگر موفق نشه اونها رو به فساد خودش بکشونه، از اون ابزار استفاده. پس خلاصش این میشه که وضعیت هنر در ایران وضعیت بسیار اسفناکی است، ولی روزنه های امید بسیاری وجود داره در هنرهای مختلف. یکیش رو در همین مراسم گرامی اخیر دیدیم که یک هنرمند ایرانی از دل جامعه ایران، یک جوانی میاد هنر خودش رو عرضه میکنه و به دل تمام دنیا و ده‌ها میلیون نفر میشینه و از سد سانسور و اختناقی که در داخل اون مملکت داره
وجود داره عبور میکنه. درست. یه مفهومی داریم به نام سینماگر تبعیدی، یه سینماگری که به هر دلیل که معمولا سیاسی البته در بین سینماگران ایرانی نمیتونن داخل کشورشون فعالیت کنن و توی کشور دیگری به فیلمسازی میپردازن و الان هم خب سینماگران زیادی داریم که تو سالهای اخیر به خصوص از ایران خارج شدن و دارن فعالیت میکنن خارج ایران. به نظر شما نقش سینماگر تبعیدی چیه و چه تفاوتی داره نقش اونها با باقی فیلمسازان و سینماگران؟ من به پاسخ شخصی میتونم به شما بدم، در مورد خودم میتونم حرف بزنم، نمیتونم عمومیت بدم. سینماگر تبعیدی مفهوم عامی هستش که برای هر فردی که خودش رو در تبعید میبینه تجربه متفاوتی، انگیزه های متفاوتی وجود داره، نقاط مشترکی وجود داره، ولی من میخوام از نگاه شخصی خودم صحبت کنم. من موقعی که بعد از توقیف فیلم سکوت بین دو فکر و به نوعی میتونم بگم که قصر در رفتم از وضعیتی که در اونجا وجود داشت و تونستم از ایران خارج بشم، از اون لحظه همیشه هم در عموم هم در دنیای شخصی خودم این ملاک رو برای خودم قرار دادم که من در هر کجای دنیا که هستم رو اون چهار تا کاشی سنگ فرشی که پامو میذارم اونجا خاک ایران حساب میشه. هیچ چیزی تحت هیچ شرایطی تعلق من رو، عشق من رو، عرق من رو به مملکت خود من، به فرهنگ من، از خانوادم گرفته تا هموطن و همشهری من نمیتونه اون ارتباط من رو با اونها قطع کنه. پس ترک من به شخصه از یک سینماگر تبعیدی این هستش که من با اشتیاق مضاعف و با حساسیت مضاعف نسبت به مملکت خودم، فرهنگ و هنر مردم خودم زیست میکنم، فعالیت میکنم و هیچگاه اجازه ندادم که اون ارتباط به خاطر فاصله ای که بین من و مملکتم پیش اومده قطع بشه. با این وصف من اینطور میتونم جنبندی بکنم که اگر باز این یک تصمیم شخصیه و من نقطه نظر خودم رو میگم، اگر این وضعیت از نظر روحی ضربه سنگینی که فراغ مملکت، دوری از خانواده، دوری از مملکت خودمون و امکان اینه که در آب و خاک خودمون با فرهنگ خودمون فیلم بسازیم ما رو منفعل نکنه و اجازه ندیم که ما رو منفعل بکنه، اشتیاق ما رو بیشتر میکنه و توانایی ما رو بیشتر میکنه در این که بتونیم این ارتباط رو وصل بکنیم، این ارتباط رو ایجاد بکنیم، نه تنها درد دل مردم خودمون رو بتونیم به گوش و چشم و قلب دنیا برسونیم، بلکه بتونیم نقاطی رو از تاریخ که امکانش در اون شرایط اسیر و زندانبان که در داخل ایران وجود داره امکانش وجود نداشته باشه رو، اون قصه ها رو بتونیم بگیم. نمونه بارزش همین اخیراً من فیلم مستندی رو در مورد سرنگون کردن پرواز اوکراینی به وسیله سپاه پاسداران ساختم که روایتی است از یک ظلمی که به 176 خانواده صورت گرفته و به عنوان مشت نمونه از خرواری هستش از ظلم و جنایتی که در مملکت ما صورت میگیره و اگر من امکانش رو داشته باشم این فضا رو ایجاد بکنم و این دریچه رو با ایجاد بکنم برای اینکه درد مردم مملکت خودم به گوش دنیا برسه، این وظیفه خودم رو انجام میدم به عنوان یه هنرمند، نه به عنوان کسی که دخالت به امور سیاسی داره، بلکه به عنوان کسی که حساسیت داره به وضعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی و نهایتاً از همه مهمتر وضعیت انسانی و حقوق بشری که در مملکت ما وجود داره. درسته. خب من جز سالان بود که حتما بپرسم در مورد فیلم 751 عدد نیست و حالا که صحبت شد میخوام بهم بگین که بازخوردها برای این فیلم چطور بوده تا اینجا از وقتی که اکران شده، چون چند ماه داره میگذره از اولین باری که اکران شد این فیلم و میدونم که تو کشورهای مختلف تو موقعیت‌های مختلف این فیلم اکران شده، بازخوردها چطور بوده تا الان؟
والا بازخوردار من به شما خبرنگار، ژورنالیست و مخاطب میسپرم که فیلم رو دیده باشن و شاید دنیای مجازی رو رصد کرده باشن که چه نتیجه، چه حاصلی از این فیلم و اکران این فیلم شده. از نظر من اولا این فیلم بدون به عنوان یه پروژه سینمایی شروع نشد. من اول درگیر دادخواهی، درگیر همدردی، درگیر همیاری با یک سری انسانهای داغداری بودم که بسیاریشون در شهر ما اینجا در تورانتو زندگی میکردن و حاصل اون پروسه همدردی من و اینی که بخوام همراه این خانواده ها باشم برای اینکه بتونن به دادخواهی برسن، ابزار کار من به عنوان یک فیلمساز ابزار سینما هستش و به این نتیجه رسیدم با حامد اسماعیلیون که ما باید این مقطع تاریخی رو و این مبارزه تاریخی رو ثبتش بکنیم و اونجوری شد که این فیلم شروع شد. پروژه فیلم مستند در نه تنها در اون شرایط سخت و غمگیر و غمگین و اندوهبار خانواده ها و خود حامد، بلکه در بحبوحه کووید و مسائلی که جامعه کلانتر درش درگیر. من خیلی خوشحالم از اینکه علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داشت تونستم این فیلم رو به سرانجام برسونم و در فستیوال تورانتو این فیلم اکران اولیش در واقع افتتاح بین‌المللیش بود و از اونجام راه خودش رو به فضای مجازی پیدا کرده. من به عنوان یک سند تاریخی انجام وظیفه کردم بیشتر از اینه که یک فیلم بسازم، به عنوان یک شهروند همدردی که میخواد یک سند تاریخی رو از یک نقطه عطف تاریخی که به نظر من دنیا قبل از 752، قبل از سرنگونی پرواز 752 و بعد از سرنگونی 752 تغییرات فاحشی درش صورت گرفت که ما از سپتامبر 2022 شاهد اون در ایران هستیم و انقلاب مهسایی که صورت گرفته و من اینها رو به عنوان نه تنها حلقه هایی از یک زنجیره جنایت ببینم، بلکه نقاط وصلی میبینم از یک زنجیره تعلق انسانی برای حقوق بشر، برای آزادی و برای کرامت انسانی که مردم ایران مستحقش هست. ممنون. سوال بعدی اینه که با توجه به اینکه شما هم فیلم مستند ساختید تا بال، هم فیلم داستانی و در مورد خب فیلم 752 هم که همونطور که خودتون گفتین و همونطور که خدا در سمت خبرنگار هست، فیلمی که بازخورد زیادی داشته، فکر میکنید که برنامه داشته باشید که فیلمی بسازید در رابطه با پرواز 752 یا در رابطه با جنبش اعتراضی مردم، این جنبش انقلاب مهسا شما یاد کرد به عنوان انقلاب مهسا یاد کردید ازش، برنامه دارید که فیلم مستند یا داستانی در این مورد بسازید و ادامه بدید فیلم سازی رو در این حوزه؟ ببینید، برای من فیلمسازی خیلی جنبه شخصی داره، ولی فیلمسازی مستند من همیشه تو کارگاه ها و کلاس هایی هم که تدریس کردم گفتم فیلم مستند کار آدم های مریض الاحوالیه که مگر اینکه جونشون بهش بستگی داشته باشه نباید اقدام به ساختن فیلم مستند بکنن. و واقعا این فیلم 752 یک عدد نیست، برای من اون جنبه رو به معنی واقعی یک کلمه رو داشت. اما خب اون روایت تموم نشده و من حتما اون روایت 176 خانواده که در قصه حامد اسماعیلیون اون رو خلاصش کرده بودم حتما ادامه اون روایت صورت میگیره. در واقع شخص عادی، یک آرک کلاسیک روایتی هستش، یک شخص عادی از دل اجتماع یتیم میشه، آواره میشه و برای اینکه از آوارگی خودش نجات پیدا بکنه مبارز و جنگجو میشه و نهایتا با از دست نکشیدن برای
مبارزه‌ای که داره میکنه در این مورد برای عدالت، دادخواهی و حقیقت، تبدیل به یک قهرمان میشه. فصل بعدی این داستان که این قهرمان بر سر چه دوراهیهایی قرار میگیره و چه سوالهای سختی به در زندگیش باید جواب بده و اون موقعیت تاریخی رو که در نتیجه این سیر تحولی از یک آدم عادی به یک قهرمان تبدیل شده رو حتما من وظیفه خودم میدونم که ادامه اون قصه رو بگم. و در مورد مسئله ایران هم یعنی شرایطی هستش که الان در بطنش وجود داره و من مطمئنم که در آینده فیلم های خیلی خوبی ساخته میشه. اگر من هم در توانم باشه حتما اون کار انجام میدم. بسیار عالی، ممنونم از اینکه بازم وقتتون رو به ما دادید، با ما مصاحبه کردید. شبتون بخیر. مرسی از شما، متشکرم، خسته نباشید.